الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. ولو حضرت آغاخان که اسم پرش شاهزاده کریم آغاخان چهار است امام حاضر تمام اسماعیلیان دنیا می باشد. در عالم پیروان مذهب اسماعیلیه قریب 15 میلیون نفر می باشند که در زیاده از 25 مملکت دنیا سکونت دارند. اکثریت آنها در ممالک آسیا و افریقا، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و ایران زندگی می کنند. اینچنین تعدادی معین آنها در امریکا و کانادا و انگلیا نیز هستند. آغاخان چهارم امام 49 تمام اسماعیلیان در جهان بوده، امروز اسماعیلیان دنیا روز مولود حاضر امام را قید می گیرند و تکیه بر سنت های مذهبی به همدیگر دست مدد می دهند، صدقه می کنند و همدیگر را شادباش می گویند. در بدخشان، در شهر خوروخ، اکثر رانندگان جوان رایگان به مسافرکشی می پردازند. من این کار را به خاطر حاضر امام انجام می دهم. هر سال به خاطر روز مولود حاضر امام ما مردم را بی پول از یک منطقه شهر به منطقه دیگر شهر می بریم. مردم هم از این کار خیلی خرسند می شوند و ما را دعای خیر می کنند. در بدخشان این روز را از نیمه سالهای 90 عصر گذشته این جانب جشن می گیرند. انقترش پس از آن که مردم این سرزمین کوهی با والو حضرت آغاخان دیدار نمودند. بار نخست والو حضرت سال 1995 به بدخشان آمد. مردم پیشوای خود را با دف و چنگ پیشواز می گرفتند. با هماهنگی حکومت تاجیکستان مردم بدخشان که اکثرا پیروان مذهب اسماعیلی می باشند و دیدار امام زمان مشرف گردیدند. هنوز اول سالهای 90 عصر گذشته
ولو حضرت آقاخان چهارم انگامی واخوری با دانشجویان دانشگاه تکنولوژی در ایالات ماساچوستس آمریکا در باره تاجیکستان سخن می گفت که اگر مردم تاجیک از سه فرهنگ در تاجیکستان به هم برخورده جنبه های بهترین را چیده یک راه نوی حیات را بسازند می توانند وطن را از کام جنگ و آتش در کنار اندازند. رژیسیور سویتی تاجیک دولت خودنظروف که خود زاده بدخشان است می گوید مردم بدخشان همیشه باوری و اعتقاد به ایمان داشتند و این اعتقاد آنها توسط زحمت و مهنتشان صورت می گرفت. سالهای وزنین اقتصادی اگر کمک مالی شبکه آقاخان نمی رسید نصف مردم بدخشان تلف می یافت. قابل ذکر است که پس از صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان ذخیره های اقتصادی آن امکانیت نمی داد که یک باره سطح زندگی در همه منطقه های کشور بهبود یابد. از این رو برای رشد نمودن ساحه های مهم حیات بدخشان کمک و دستگیری تشکیلات های خصوصی و بین المللی یک تکانی تازه محسوب می یافت. پیشوای مسلمانان دنیا شاهزاده آقاخان چهارم در همدستی با رهبر کشور تاجیکستان امام علی رحمان برای زینه‌گذاری انکشاف ساحه‌های اساسی خواجگی خلق چندین بار به بدخشان تشریف آوردند. بنیاد پول‌ها، راه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، باغ مرکزی شهر خارق و زیاد انشاءات دیگر از ثمره دست‌جمعانه سازمان رشد آقاخان و حکومت تاجیکستان می‌باشند. بدخشان تاجیکستان با دستگیری دو جانبه حکومت تاجیکستان و سازمان رشد آقاخان روز از روز بهبود می‌یافت. زندگی به مجرا می‌درآمد. اما برادران افغان که در ساحل دیگر دریای پنج در بدخشان افغانستان می‌زیستند، پزمان مژده دیدار امام بودند و نهایت مشرف شدند. در این ملاقات بین دو ساحل، ولو حضرت آقاخان برای اسماعیلان افغان می‌گفت که این چیز مرا غمگین میکند که در افغانستان مسلمان با مسلمان جنگ دارند. ما حقوق داریم آزادانه زندگی کنیم و رابطه با زندگی رو یافته توانیم. امروز مردم بدخشان با احترام خاص به مذهب و دین و امام مناسبت دارند. شکر گویم ای مسلمانان برای شاه کریم، از برای مهربانی و سخای شاه کریم،
بحر صدق و همت به انتهای شاه کریم، خلق در حیرت شده از این عطای شاه کریم. همدیاران عزیز، من از نام خودم همه شمایان را به مناسبت این عید بزرگ، روز مولود مولانا شاه کریم الحسینی، از صدق دل تبریک و تهنیت گفته به شما عمر دراز خانه آبادی را تمنا می کنم. زاد روز شاه دین است، مبارک باشد. این روز سعید است، مبارک باشد. من از فرصت استفاده برده تمام مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان و خصوصا ولایت بدخشان را با فرارسی این روز بزرگ، یعنی زاد روز مولای زمان، تبریک و مبارک باد نموده برای شما تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. مشکلات موجود هستند که روزگار ما را تیره می سازد. در ارشادات مولانا حاضر امام آمده است: بزرگترین نعمت خداوند به انسان این عقل ما باید حفظ شده و مبادا نابود گردد. بنابر آن که مربوط به مواد مخدر و نشعه آور، از آن قطعا باید خودداری شود. ارشاد مبارک مولانا شاه کریم حسینی، آغاخان ونج بدخشان، 26 سپتامبر سال 1998.